بچه ها سلام، من برگشتم با یک ویدیوی دیگه. امروز اومدم یک ویدیوی خیلی 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 پردرخواست رو براتون درست کنم. میتونم بگم این یکی از بیشترین سوالایی که همیشه از من میشه، ولی من همیشه هم جواب میدم. ولی گفتم دیگه بذار بیام یه ویدیو درست کنم و کامل توضیح بدم و بهتون یاد بدم که من دقیقاً چه جوری صورتمو اصلاح میکنم، از چه روشای استفاده میکنم و کلاً هر کدوم مثلا مزایا و معایبش چیه و چه جوری انجام میشه و اینا. خب من امروز هم بند انداختن رو بهتون کامل یاد میدم دوباره. یه ویدیو قبلاً گذاشته بودم اونطور هم خیلی قدیمی بود و بیکیفیت و هم دیگه گفتم حالا که دارم ویدیو میگیرم بذار دوباره یادش بدم که تو پیج بمونه. بعد اصلاح صورت با تیغ رو بهتون یاد میدم، با همون تیغی که واسه دست و پا و اینا استفاده میشه، و یه دستگاه دیگه هم دارم که اونم در حقیقت صورت رو شیو میکنه، ولی اولین باری که دارم ازش استفاده میکنم که حالا یه ریویوی هم برای اون میشه که حالا اگر بعضیا خواستن بدونن ببینیم چه جوریه. خب من خودم کل صورتمو نمیتونم بند بندازم، یعنی کل صورتم به بند حساسیت داره. تنها جایی رو که میتونم بند بندازم پیشونیمه که جوش نمیزنه و پشت لبمه که جوش نمیزنه، ولی بازم با این حال من حتی پشت لبمم با تیغ میزنم، یعنی دیگه عادت کردم، یعنی اوکی مثلا به دردش واسه من اصلا نمیارزه، با اینکه جوش نمیزنه ولی به دردش نمیارزه. ولی مثلا پیشونی اینا رو میتونم بند بندازم اگر بخوام، و یه روش خیلی راحت هم الان بهتون یاد میدم که همتون بتونین بدون استفاده از شیر دستشویی، از شست پا و از یه نفر دیگه و اینا قشنگ صورتتون رو بند بندازین. خب اگر میتونین جوش نمیزنین لپاتون و اینا، که خب دیگه از همین روش استفاده میکنین دیگه تموم میشه میره. خب شما نخ احتیاج دارین که دیگه خودتون میدونین. شما باید یه دونه حلقه با نخ درست کنین. بزرگی این دایره بستگی به این داره که اولا خودتون چجوری دستتون عادت داره، حالا مثلا یکی انگشتاش بزرگتره، یکی انگشتاش کوتاه‌تر و اینا. یکی دیگه هم این که کجا رو میخواین بند بندازین و میخواین چقدر دقتش زیاد باشه. اگه بخواین یه جایی که خیلی مثلا حساسه، مثل بالای ابرو، حتی زیر ابرو اینا رو بند بندازین، باید این حلقتون رو کوچیک‌تر بگیرین که اینجوری کوچولو کوچولو‌تر بند بندازه. ولی اگه مثلا واسه لپ یا مثلا جای بزرگتر میخواین حلقه بزرگتر باشه، با یه حرکت کلی موی بیشتر و کلی مساحت بیشتری رو میگیره. من طبق عادت یه همچین چیزی اینو میبرم، بعد اونورش هم که گره میزنیم. خب اینطوری گره رو میندازین یه ور یا سرش یا تهش. بعد من خودم حتما از دستکش پارچه‌ای استفاده میکنم به خاطر اینکه وگرنه دستم زخم میشه. حالا اگه شما دستتون حساس نیست یا مثلا فقط یه کوچولو یه جایی رو میخواین بکنین اوکیه، ولی دستتون زخم میشه اگه بدون دستکش بکنین. خب اینو این نخو اینطوری هر 5 تا انگشتتون رو از هر دو طرف دو تا دستتون رو میکنین توش. خب بعد یه دستتون رو، مثلا من دست راستم شروع میکنم پیچوندن. خب مثلا یه چی میگن 4-5 تا پیچ میزنم و اینطوری میشه. بعد کاری که میکنین، از من بیام جلو اجازه بدین، اینه که از اون طرفی که میخواین شروع بشه و بره به اون سمتی که تموم بشه، اون دستتون که شروعه باید بسته باشه و اون یکی دست باید باز باشه. خب یعنی این الان از این ور داره میره، در نتیجه این دست من بسته است. خب منتها این دست من بسته است، هنوز هم این فشار میده به نخ که خب بازش کنه، قطعا این که منطقیه، ولی این دستتونم بیکار نذارین همجوری، اینم باید به این فشار بده و سعی کنه مقاومت کنه از اینکه این بریه میخواد نخو باز کنه. اینجوریه که باعث میشه به وسطش فشار بیاد و موی شما رو بکنه. اگه شما اینو بسته نگه دارین، همینجوری اینو باز کنین و ببندین، اصلا هیچ اتفاقی نمیفته توی نخ. درنچه این که بسته است، این بازه و با فشار این دست باز میکنین و با این کم کم میبندین و این دستتون رو ول نمیکنین. این دستتون هنوز باید با زور این یکی بسته شه. خب چون میدونم، میدونی چرا انقدر توضیح میدم؟ به خاطر اینکه سر ویدیو قبلی که گذاشته بودم خیلی آخر سرم متوجه نشدن، هی میگفتن نمیتونیم این دوتا دست رو با هم هماهنگ کنیم. فقط هم دلیلش این بود که اینو که باز میکردن اون یکی میبستن، اصلا یعنی هیچ مقاومتی به هیچ زوری به یکی نمیدادن. خب بعد شما موهاتون هم سعی کنین ببندین که یهو نگیره همه رو، شروع میکنین و اینطوری خیلی راحت
برمیندازیم. الان من باید مومو بزنم کنار وگرنه موی کلم هم کنده میشه. پس یه دفعه دیگه از اول هر 5 تا انگشت تو این میچرخه. خب و شروع میکنن. ابرو رو مواظب باشین، خیلی نزدیک نرین موقع هایی که هنوز دارین تمرین میکنین. خب مثلا این طرف صورت من تموم شد. این روش بهترین خوبیش غیر از این که حالا خیلی چی میگن مستقل انجام میشه، شیر دستشویی نمیخواد و فلان و اینا، راحته، اینه که از هر دو طرف شما بند میندازین. هر روش دیگه ای رو شما اگه بخواین برین، بستگی به اینکه چپ دستین یا راست دستین، فقط از یه طرف میتونین بند بندازین. ولی با این حالا میتونم این ور رو برم، حالا برعکس میشه همه چی، خیلی خیلی راحت. خب قشنگ ووش، یکی ور یکی اون ور. بعد که دیگه دستتون را بیفته اصلا میتونین قشنگ هر جای صورت رو که میکنین از هر دو طرف بکنین که کامل موها رو بکنه. خب این از روش بند انداختن. این وسط هم حالا ممکنه یک دو دفعه بندش پارشه، مهمم نیست، بالاخره بستگی به اینکه چقدر برموین و اینا. من دیگه غیر از این بقیه صورتم رو با تیغ میزنم، یعنی همیشه شیو میکنم صورتم. حالا احتمالا یه سوالی که واسه همه پیش میاد اینه که آیا تیغ موهای صورت شما رو کلفت میکنه، زیاد میکنه، ضخیم میکنه، سیاه میکنه یا نمیکنه و اینا. ببین، تیغ نمیتونه روی ریشه موهای شما هیچ اثری بذاره. یعنی شما با این خود روی فقط ساقه موهاتون، مثلا اینکه شما مثلا پایین موهاتون و پایین موهای سرتون رو با قیچی بزنین یا بسوزونین یا نه هر کاری بکنین، به ریشه هیچ کاری نداره. در نتیجه تفکر که شما فکر میکنین تیغ موهای شما رو کلفت میکنه اشتباس. حالا چرا این فکر رو میکنین، چرا این حس رو میکنین؟ به خاطر اینه که ببین، شما وقتی که مو مثل یه چیز اینجوری مخروط آره دیگه، تهش کلفته. شما وقتی مو رو بذاری زیر میکروسکوپ نگاه کنین، به کف سر که میرسه یا به کف مثلا پوست که میرسه کلفته. وقتی که میاد بالا اینجوری نوکش تیز میشه. وقتی که شما مو رو تیغ میزنین، از کلفترین جای مو تیغ میزنین و وقتی که این میخواد رشد کنه بیاد بالا، مثلا یکی دو روز بعد، از کلفترین جاش داره در میاد. واسه همین شما حس میکنین که او موهای من داره کلفت میشه، در صورتی که اصلا اینجوری نیست. شما خود مو هیچ اتفاق واسش نمیفته. اگر بذارید این مو بلند شه و به حالت اولش برگرده و رشد کاملش رو انجام بده، باز اون مو نرمه و سرش تیزه و عین مویه که همیشه بوده و هیچ تفاوتی توی کلفتی مو، توی زیادی مو، توی نمیدونم رنگ مو، مثلا سیاهی و ایناش نداره. خب درنچه اینو اصلا چیز نکنید. حالا اینی که آیا شما تیغ زدن واسهتون خوبه یا نه، این یه چیزیه که باز به پوستتون و موها بستگی داره. به خاطر اینکه اگر شما موهاتون کلن به صورت ژنتیکی ضخیم و سیاهه، خب آره، اگر تیغ بزنین وقتی در میاد اون چند روز اول ممکنه حتی سایه ای هم بندازه و مثلا مثل ریش مردا اونجوری فکر کنین که کلفته تا دیگه حالا بلند شه و اینا. ممکنه شما اصلا نخواین به خاطر شرایط موتون که همین الان هست تیغ بزنین. ولی اگر معمولیه یا مثلا پرزه یا چی، ببین الان من مثلا بهتون نشون بدم، نمیدونم واقعا چقدر مشخصه توی این فیلم، ولی اگر نگاه کنی من اصلا صورتم کممو نیست. یعنی من صورتم اولا هیچاشو لیزر نکردم، بعدم اصلا صورت من کممو نیست. در نتیجه فکر نکنی که مثلا چی میگن من چون صورتم کموه دارم میکنم. ولی خب موهاش اینجاهاش خب میخوره کلفته، ولی دیگه بقیهش مثلا معمولیه. خب حالا من خودم از این تیغا یه بار مصرف استفاده میکنم واسه زدن صورتم و به شما پیشنهاد میکنم حتما از تیغ یه بار مصرف استفاده کنین. این تیغا هم دوتاییش هست که دوتا تیغ داره، هم ستاییش هست. من دوتاییشو مثلا اگه گیر بیارم حتی اونم جوابگوه، اگه نه این ستاییاشه که مثلا توی بسته نمیدونم 24 تا از اینا میاد یا چی، ولی هر بار که استفاده میکنم این دادمش دور. و کاری هم که میکنم اینه که من همیشه، اولا که همیشه چه بخواین بند بندازین چه بخواین تیغ بزنین، حتما باید صورتتون رو قبلش شسته باشین، یعنی روی پوست تمیز تمیز این کار بکنین. خب من این قسمت اینجا رو میگیرم بالا،
روی پوست خشک، نه کرمی قبلش زدم، نه صابون زدم، نه هیچی. پوستم خشک خشکه، تیغم خشکه. اینو میگیرم بالا و از بالا به پایین اینو میزنم. میبینی؟ اینا رو، اینا موهاییه که داره در میاد. حالا چرا من میگم، داره در میاد، داره زده میشه، چرا من میگم که حتما از بالا به پایین بزنین؟ به خاطر اینکه شما وقتی از بالا به پایین میزنین، هنوز به اندازه مثلا 0.1 میلیمتر، یعنی خیلی کوچولو، خیلی کم، این مو سر سرش از پوست شما بیرونه و دیگه نمیخواد بعدن به جنگ با پوست که از اون زیرش بیاد بیرون و ممکنه باعث جوش بشه. به خاطر اینکه 90% موقعی که شما با بند یا با وکس اینو جوش میزنین، همون لحظهش نیست. اگه دقت کنین 2-3 روز بعدشه. اونم به خاطر اینه که این مو رو شما از ریشه کندین یا از ته ته کندین، این مو رفته زیر اون لایه روی پوست. بعد که مثلا 1-2 روز میگذره، این سلولای پوست روی اون سوراخو میپوشونه، روی اون منفذو، و این مو نمیتونه بیاد بیرون. بعد که نمیتونه بیاد بیرون، باعث جوش میشه و اون زیر دیگه جوش میزنه و فلان و اینا، تا این بالاخره بتونه پوستو سوراخ کنه دوباره بیاد بیرون. واسه همین اگر از بالا به پایین بزنین، هنوز یه ذره از مو میمونه، با اینکه شما هیچی حس نمیکنین روی پوستتونا، ولی باعث میشه جوش نزنین. من پوستمو یه ذره میکشم و از بالا بعدم هیم اینو میتکونم. یه دستمال گذاشتم برای روی، البته خب اصولا که تو سینک دستشوی حتما این کار میکن دیگه، ولی اینجوری میتکونمش که موهاش در بیاد و اینو ادامه میدم. دقتم بکنین که یهو نبرین صورتتونو، فشار زیادی هم به تیغ نیارین، یه جارم 200 بار نکشین. همین دیگه دیدین مو نداره، دیگه ولش کنین بره که پوستتونو بی خودی نصابه با تیغ. خب این قسمت رو خاطر اینکه نزدیک چشمه، من اینوری میزنم. من دارم خودم تو موبایل میبینم، ممکنه یه جایی مثلا جا بمونه، حالا بعد میرم جلوی آینه تمامش میکنم. ولی همین بعد از مثلا 2-3 روزم که از حالا شیف کردن صورتتون یا هر چیزی گذشت، من جاتون باشم با یه اسکرابی چیزی هم باز روی صورتم، مثلا حالا با یه چیز نرمی اینا میکنم که اگر احیانا یه مویی هم اون زیرگی کرده، بتونه راحت در بیاد و دیگه باعث جوش نشه. خب پشت لبم هم فکرشو میکرد من یه روزی تیغ بگیرم دستم بیام جلوی دوربین کنم. اینجاش مونده، بهش کن خیلی نزدیک موجت، منم این تصویر چیز نیست. خب این هستی. حالا شما میتونین از اون تیغای مردونه هم استفاده کنین که یه دونه یه دونه تیغ بزرگه، میتونین از اون تیغای کوچیک که باز برای ابروه، دیدین که دستش صورتی و اینو من داشتم، از اونا الان دم دستم نیست بهتون نشون بدم، از اونا میتونین استفاده کنین، ولی اونا یه خورده خطرناکتره. یعنی اگه شما یه ذره دستتون بلرزه پوستتون رو میبره. واسه همین حالا اگر خیلی مثلا حرفه‌ای هستی میتونین از اون استفاده کنین. یه روشی هست که شما این کارو فقط میتونین بریم بیرون، مثلا کسایی که فیشالیستن میتونن براتون انجام بدن، که میان با تیغ جراحی، دقیقاً با تیغ جراحی با اون پوستتون رو میتراشن موشو، و اون انقدر اون تیغ تیزه که باعث میشه هم حالا موهاتون میره، همین که یه لایه برداری حسابی هم پوست میشه. ولی خب دیگه اون حالا باید بریم بیرون انجام بدین و اینا، اون واقعا تو خونه اونو من اصلا پیشنهاد نمیکنم خودتون بکنین. خب ولی این از همه سیف تره، فقط هم که این بری موقع نکشین، چون من خودم یه دفعه این بلا سر اومده دیگه چیز بکنین این تمامه. خب حالا الان بریم سراغ این یکی دستگاه. اینو چند وقت پیشا این خود این برند واسه من فرستاد، اسمش هست درمافلش. اینطوریه، میبینی این جعبشه، یه دستگاه، یکی اینم با سر شتیق داره، دقیقاً مثل همون، مثلا یعنی شیو میکنه پوستو، ولی حالا چه مزیتی داره نسبت به تیغ معمولی رو الان با هم میبینیم. من اینو شارژش هم کردم، اینه، بعد 5 تا سری هم با خودش میومد. من اینم باید بذارم، اینه سریش تیغ دیگه، ترسم اینم خطرناک باشه نزنم خودم رو ببرم. خب
اجازه بدی من اینو ببینم که بزن به شارژ. بعد خب اینم دقیقا استفادهش مثل همون مثلا تیغه، یعنی چیز خاصی نداره. یه دونه کلنزر داره که میگه با این قبلش صورتتون رو بشورین، یه دونه مرطوب کننده داره که میگه حالا بعد از اینکه کارتون تموم شد بزنین. حالا من از اینا استفاده نمی کنم چون من که صورتمو شستم، مرطوب کننده من حالا اونی که خودم استفاده میکنم میزنم. میگه اینو یه دفعه روشن میکنین، اگر دکمه شو پیدا، اینجاست، پیدا کردین، میلرزه. خب بعد میگه اینجوری گوشتون رو اینا رو بالا نگه دارین، یه ذره میلرزه. او آره داره میزنی. آینه داشتم دختر، چقدر وحشتناکه. مو که بهش خیلیه، دو تا سرعت هم داره، یعنی ولی موه میرزه دیگه. حالا خب من دستمال گذاشتم، دو تا سرعت داره، یکی اولیشه میشنوی، یکی دومیش بیشتر میلرزه. بعدم که خاموش میشه. الان بذار من این آینه بیارم. اینم زده، ولی مثلا اینی که چه مزیتی داره نسبت به تیغ معمولی رو من متوجه نمیشم. مثلا معجزه عجیب تری نکرده. حالا من خب آینه جلوم نبود، ولی بعضی جاها جا مونده. خب الان که نگاه میکنم نسبت به تیغ، ببین خداییش بگم من تیغ معمولی رو ترجیح میدم، یعنی حتی احساس میکنم که بهترم موها رو میزنه و بیشتر میزنه، سریعتر میزنه و اینو هی باید مثلا هزار دفعه بکشی. بعدم تیغ دیگه یهو دستت در بره، یه دونه تیغ بلندم از تقریبا کاملا میتونه ببره. نمیدونم، من تیغ رو ترجیح میدم. خب حالا بعدم که دیگه کارتون تموم شد، اگر میتونین یه روزی این کارو بکنین که نمیخواین اون روز آرش کنین، سعی کنین یه روز به پوستتون استراحت بدین. حتما حتما ضد آفتاب بزنین همون روز فرداش، یعنی ضد آفتابی که همیشه باید بزنین، ولی حالا اون دو سه روز اول به خاطر اینکه یه لایه‌ای هم از روی پوستتون برداشتین. اصلا دختر این برم خیلی هم نرمتره که با تیغ معمولی زدم نسبت به این. این انگار قشنگ از تحتر زده. ولی چشم میگفتم آها، ضد آفتاب حتما دیگه بزنین، حتی اگه نور معمولی هم توی خونتون داره میاد، به خاطر اینکه پوستتون خیلی حساس تره و خیلی اون لایه زیری پوستتون بیشتر در معرض آفتاب قرار میگیره. دیگه همین دیگه که موقع پوستتون لک نشه. دیگه همین دیگه، امیدوارم از این ویدیو هم استفاده کرده باشین و یاد گرفته باشین و دیگه برین توی این قرنطینه ای پرزای حدودتون رو بزنین. دیگه کیف کنین دیگه. پوست به کلاتون، فعلا خدافظ.